خب عزیز در این بخش از برنامه نوبت میرسه به باستابهای های جهانی قیام مردم ایران همکارم سیروس امیدی در این رابطه گزارشی رو خواهند داشت سلام میکنیم به شما آقای امیدی منتظر گزارش شما هستیم بله با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز قبل از هر چیز اجازه بدین به این واقعیت اشاره کنم که اقدام پارلمان اروپا برای تحریم سپاه پاسداران از یه طرف و اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران هم از طرف دیگه خیلی از توجهات رو در اروپا و در سطح بین الملدی به خودش جلب کرده از اون طرف هم بحران اتمی رژیم بحران ارزی رژیم مسئله ارتباطات اینترنتی ایران با, خارج، با جهان خارج و مسائل از این دست هم هست که توجه رسانه های رو به خودش جلب کرده در گزارش امروزمون سعی میکنم اونقدر که وقت اجازه میده نگاهی کوتاه به هر کدوم از اینها بندازم از پارلمان اروپا شروع میکنم بعدم سری میزنیم به مجلس نمایندگان آمریکا و بعدم مسائل دیگه خانم روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا گفت هیچ تهدیدی هیچ تحریمی و هیچ باجخواهی ما را از رساندن صدایمان و مبارزه برای آنچه حق است باز نخواهد داشت. تصمیم حکومت ایران برای تحریم اعضای بیشتری از پارلمان اروپا فقط عزم ما را افزایش خواهد داد. رژیم ایران به جای تحریم دیگران بهتر است سرکوب مردم ایران از سرکوب مردم ایران دست بردارد. یه نماینده پارلمان اروپا هم به نام گای برابسا گفت رژیم جنایتکار آخوندها نمایندگان پارلمان اروپا را تحریم کرده است اما نمایندگان مردم اروپا ساکت نخواهند شد ما باید در کنار مردم ایران باشیم تایس رویتن نماینده دیگه پارلمان اروپا از هلند هم در اظهارات مشابهی گفت شنیدم رژیم ایران مرا به خاطر مطالبه حقوق بشر برای مردم ایران و برای اینکه سپاه پاسداران را تروریست میدانم تحریم کرده است من این تحریم ها را مدال و نشان افتخار برای خودم میدانم بعد از پارلمان اروپا میریم به مجلس نما... نمایندگان آمریکا که اخیرا ای رو در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با 420 رأی مثبت و فقط یک رأی منفی تصویب کرد این قدنامه از شجاعت و عزم زنان و مردانی که در بیش از 133 شهر تظاهرات کردند تقدیر کرده و گفته تظاهرکنندگان امنیت خود را به خطر انداختند تا علیه نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران اعتراض کنند رژیم ایران دارای سابقه طولانی از تبعیض ساختاری و قانونی علیه زنان است میکی شریل نماینده کنگره آمریکا تو همین رابطه گفت معترضان در ایران که بیشترشان از میان زنان هستند قهرمانند قدامه کنگره همبستگی ما با ایرانیان شجاع و خشم ما را از سرکوب آنها توسط رژیم نشان میدهد. دهد خانم کلودیاتینی نماینده جمهوری مجلس نمایندگان هم در جلسه گفت این حیاتی است که ما با یک صدا بیستیم تا حمایت خود را از مردم شجاع ایران اعلام کنیم نگاهیم بکنیم به بحران اتمی رژیم و هشدار رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که گفت رژیم ایران اکنون مواد کافی برای ساخت چندین بمب هسته‌ای را در اختیار دارد. غرب باید تلاش مضاعفی انجام دهد تا رژیم ایران نتواند بمب اتمی بسازد. میرسیم به آخرین خبر که در مورد بحران ارزی رژیم هستش. عرب نیوز در گزارشی با عنوان سقوط ارز در ایران از جمله نوشته چگونه بحران ارزی عدم مشروعیت رژیم ایران را تشدید می کند؟ نویسنده سپس توضیح میده ریال واحد پول رژیم ایران از زمان اعتراضات و شروع سرکوب شدید رژیم 29 درصد ارزش خود را از دست داده است. به همین علت ضربه مضاعف کاهش ارزش پول و تورم بالا باعث بحران هزینه زندگی و در نتیجه باعث تشدید نارضایتی شده است. این بود خلاصه از جدیدترین باستابهای های بین المللی قیام بزرگ مردم ایران. تشکر از شما آقای امیدی بابت این گزارش خیلی ممنون